از پوتین. روز 15 ایول مقامات شهر مسکو ده ها مخالف تغییر کنستیتوسیای این کشور را که به پرزیدنت ولادیمیر پوتین امکان میدهد تا سال 2036 در سر قدرت ماند بازداشت نمودند. جمع آمدگان طلب داشتند که نظرخواهی کنستیتوسیونی غیر قانونی دانسته شود. به نوشته سامانه مستقل سیاسی اوود اینفو بیش از 100 نفر بازداشت شدند. حکومت این خبر را تصدیق و یا رد نکرد، اما بعد مدت شماری از بازداشت شدگان رها شدند. نظرخواهی عمومی مردمی که 1 ایول به پایان رسید امکان می‌دهد در قطار دیگر اصلاحات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سال 2024 در آخری دور ریاست جمهوری فعلیش باز دو دفعه دیگر پرزیدنت روسیه انتخاب شود. کرمل نظرخواهی را پیروزی عنوان داده است. مخالفین میگویند که وقت استعفای پوتین فرا رسید. ما ده ها هزار امضا جمع میکنیم و در دادگاه عالی بررسی آن را طلب میکنیم. ده ها هزار نفر طلب خواهد کرد که نتیجه نظرخواهی کنستیتوسیونی غیر قانونی دانسته شود. گرد آمدگان رهبری بیش از 20 ساله پرزیدنت پوتین را سرچشمه قشاقی مردم روسیه نامیدند و شامگاه وقتی رهپیمایی اعتراضگران در خیابان آغاز یافت، نیروهای تعینات خاص ازدحام را احاطه نموده، سپس بازداشت اعتراضگران را شروع کردند. هفته گذشته دو فعال مخالفین که بر ضد اصلاحات کنستیتوسیونی صدا بلند می‌کردند، به حبس گرفته شدند. در عرفه این اعتراض بدون اجازت نیز، مقامات روسیه خانه‌های 5 فعال دیگر مخالفین را کافت و کاب نمودند. روسیه با اشاره به سرایت کووید 19 تشکیل هر گونه جمع آمد در شهر مسکو را منع کرده است. در دوره پیش از پاندمی هم در روسیه برای تشکیل هر گونه جمع آمد اعتراضی با اشتراک بیش از 1 نفر گرفتن اجازتنامه رسمی پیشکی ضرور بود.